درود فراوان بر شما نازنینان بیننده تلویزیون ایران آریایی، من زینا تهرانی هستم. امیدوارم خوب باشید، امیدوارم که روزگار رو به خوبی تا به این ساعت گذرونده باشید و روزگارهای خوبی در پیش داشته باشید. این امید رو من همیشه دارم، همیشه آرزو میکنم برای ملتم، برای کشورم، که در آرامش و آسایش باشه، یعنی برگرده در واقع به اون آرامش و آسایشی که در گذشته داشت. و امروز متاسفانه شرایطیه که همه اینا رخ بسته و رفته از ایران. شما ببینید، برای یک جوانی که هنرمند بود، فرق نمیکنه حالا جوان هنرمند بود یا نبود، این ملت ایران چه کردن؟ چه کردن برای یک جوانی که گرفتار بیماری سرطان شد و متاسفانه این سرطان در ایران داره بیداد میکنه؟ این جوانایی که همه آمدن بیرون، همه ناراحت و افسرده بودن و هستن، اینا باور کنید همه خودشون یه جورایی درست مثل این که دورجون از این دنیا رفتن. آخه زنده بودنی که شادی توش نباشه، زنده بودنی که آزادی توش نباشه، زندگیی که بخواد همش درگیری درش داشته باشه، این مردن تدریجی حقیقتا. این چه زندگیه؟ این جوانایی که همه ریختن بیرون، این همه هیجان داشتن و این همه هیجان دارن، مگر جمهوری اسلامی میتونه مهارشون کنه؟ مگر جمهوری اسلامی تا به امروز که 36 سال میگذره تونسته واقعا اینا رو مهار بکنه؟ به هیچ وجه. جمهوری اسلامی در یک خواب و خیال خودش مونده حقیقتا. این فکر میکنه هر روز اگر این زندگی رو تنگتر و تنگتر کنه برای این جوانای ما، موفق تر میشه. متاسفانه یا نمیدونم بگم خوشبختانه، در هر حال این فشارهایی که روی این جماعت میذاره، فشارهایی که روی این دخترها و پسرهای جوان ما داره میذاره، داره به این شکل خودنمایی میکنه، این شکل که همه میان بیرون گریه میکنن، افسردن، غم دارن، نگرانن، مضطربن برای آیندهشون. اون پسر جوان، اون نازنینه که چند سال خوند و عمرش کافی نبود برای اینکه بیشتر ادامه بده و از این دنیا رفت، باور کنید من فکر میکنم به نوعی، به شکلی خوشبختر از این بچه های نازنین ماست که تو اون زندان بزرگ اسیر شدن، زندانی که هر روز اینا دارن تنگترش میکنن، زندانی که تمام روح و شادی و نشاط و از این جوانای ما گرفته. به خصوص وقتی آدم بر میخوره به این اراجیفی که اینا میگن، دستوراتی که اینا میدن، اصلا موندیم ببینیم این چه دنیاییه، این چه دنیاییه، این چه روزگاریه برای ملت ایران درست کردن اینا. اینا خائنینه به مملکت ما، دزدهایی که آمدن تو مملکت ما، جنایتکارایی که آمدن تو مملکت ما. ببینید چه حرفایی میزنن، چه برنامه هایی رو میخوان پیاده بکنن. حقیقتا باور کنید در طول تاریخ بشر یه همچین حیواناتی به دنیا نیومده بودن، یه همچین جونورایی هیچ وقت نبودن. حقیقتا صد رحمت به جونورا، اینا معلوم نیست کیان و چیان که میتونن یه همچین فرمانایی رو صادر بکنن، که میتونن با خواهر مادرای خودشون. آخه ابلها، شماها که میان این حرف رو میزنی، شامل حال مادر و خواهر و زن و بچه‌تونم میشه. چطور راضی میشید یه همچین حرفایی رو بزنید که آدم مو بر اندامش راست میشه وقتی میشنوه که یک انسان چقدر خبیثه، یه انسان چقدر کثیفه، انسان نما البته، که میتونه این کارا رو انجام بده؟ اینا کجا بودن؟ اینها تو
کدوم دنیای زندگی میکردن که ماها ندیده بودیم؟ اینا از کجا به مملکت ما راه پیدا کردن که اینجور دارن قلقم میکنن این نازنینای ما رو؟ یک اعلامیه خوندم اصلا باور نکردنیه. میگه یه نماینده ماده اصولگرای مجلس هفتم میگه 10 تا بد حجاب اعدام کنید تا بد حجابی تمام شود. ببینید گوش نکنید وقتی فکرشو میکنی که این مرد ابله بیشعور چه حرفی رو داره میزنه، آدم اصلا میمونه. چی باید جواب اینو بده؟ چی کار با اینا باید کرد؟ بعدیش سعید حنایی که یه بسیجیه میگه اگر دستگیر نمیشدم 10 زن دیگر را که نصف شب راه میرفتند میکشتم. یه بسیجی، یک بسیجی میگه اگه من دستگیر نمیشدم شب هر کی زنی تو خیابون بود من میکشتم. بعد میگه رئیس بسیج قتل‌های محولی کرمان، یعنی کرمان یه محولی داره رئیس بسیجش. ما به فتوای آیت الله مصباح یزدی بعد حجاب‌ها را به قتل رساندیم. مصباح یزدی، آیت الله. این کلمه آیت الله واقعا در گذشته های دور یه معنی مخصوصی داشت، یه احترام خاصی داشت. ولی این داعشی ها که اومدن 36 سال تو مملکت ما، اون معنی مخصوص و اون احترام مخصوص رو کاملا پاکش کردن بردن. یعنی اگر اون موقع ما آیت الله میگفتیم خبر نداشتیم که اینها شیطانن، اینا جانیان. و امروز دستشون رو شده. احمد خاتمی، اون صورت وحشتناکه، اقدام فرهنگی کارایی نداره. ما باید برای بدحجاب خون بریزیم. برای بدحجابی باید خون بریزیم، یعنی آدم کشی کنیم. آخه نه اینکه تا حالا خیلی کم آدم کشی کردن، نه اینکه تا حالا زور کم به زن گفتن. این زور گفتن به زن رو 36 سال اینا دارن انجام میدن، ولی زن، درود به تک تک زن ایرانی، جلوی این ابله ها ایستادن. اون دخترهای قشنگ ما، اون زنهای خوب ما، همشون تا به امروز جلوی این ابله ها وایستادن. و به همین دلیل هم اینا انقدر عصبانی هستن، برای اینکه هر کاری رو، هر غلطی رو دلشون خواسته تو این دنیا کردن، ولی نتونستن زن رو مهار کنن و هیچ وقت هم نمیتونن. هیچ وقت امکان نداره بتونن اینا زن رو مهار کنن. مجلس شورای اسلامی نیز در اوایل مهر ماه 1393 که تازگی اصلا بود دیگه، نمیدونم، ته طرحی که کرده برای بسیجیایی که هنگام امر به معروف، یعنی اون بسیجی که میاد امر به معروف میکنه اگر دچار قتل بشه، یعنی بکشه، دولت میبخشدش. چرا؟ برای اینکه امر به معروف کرده و هیچ دیه هم ازش نمیخوان، دولت پرداخت میکنه. بابا این دولتی که دولت آدم کشه، این دولتی که ملت ایرانو به کشتن داره میده هر روز به نوعای مختلف، این چه دولتیه؟ این چه دنیاییه که واقعا همش پول پول پول، قدرت قدرت. آقای اوباما سعی میکنه اینا رو نگه داره برای که خودش رو قدرت بمونه. هر کدوم اینا دارن سعی میکنن همدیگر رو نگه دارن برای که رو قدرت‌های خودشون بمونن. یه بازی، چی میگن اون موقع میگفتن، بازی زرگری دارن میکنن یا هر چیزی، من اگه اشتباه نمیگم. اینا همشون دستشون تو همدیگه است. ملت دنیا از بین برن، هو کیرز، کی اهمیت میده واقعا؟
کی براش اهمیت داره ملت؟ چیزی که در این دنیای متاسفانه بی خود خیلی اهمیت داره پول و قدرته. وجدان دیگه در کسی نیست، انسانیت دیگه نیست. این جماعت چه بر ایران باشه، چه بر افغانستان باشه، چه عراق باشه، چه هر جای دنیا که باشه، حتی تو این امریکا، همه دارن فنا میشن، همه دارن از بین میرن. کو دنیای درست حسابی سالهای پیش؟ یه مدت کمی دنیا رو به آرامش بود، یه مدت کمی مردم خوشحال بودن، زندگی سالم داشتن میکردن. ولی امروز روز بای بای زندگی خوب، آرامش بای بای. در حال ما آقای امید، دکتر امید مهر رو روی سکایپ داریم. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید به برنامه با مردم. درود بر شما و بینندگان برنامه وزین شما با مردم، بخصوص هموطنان گرامی در نام وطن ایران در خدمت شما هستم. بفرمایید. قربون شما. آقای دکتر، با این شرایطی که الان پیش اومده، ما دیگه چند روز بیشتر به اون تایم به قول معروف بازی جهانی نداریم، چند روز بیشتر نمونده، منظورم 5 به 1. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید نتیجه مثبتی گرفته میشه؟ عرض کنم خدمت شما، الان در صحنه گیتی بازیگرانی که میخوان از قضیه مذاکرات اتمی به نوایی برسن، دستاوردهایی برسن، یکی رژیم جمهوری اسلامیه، یکی آقای اوباما و دموکرات ها در کاخ سفید هستند، که به علت اینکه طی 6 سال گذشته جمهوری خواهان با ریاست جمهوری آقای اوباما هیچ دستاوردی در سیاست خارجی نداشتن، میخوان این برنامه رسیدن به توافقات اتمی با رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ این مدت در تاریخ پرونده دموکرات ها ثبت بکنن، که بعداً 2 سال آینده که فرد بفهمید که کاندید هرکی از خانم کلینتون است یا هر کس دیگه، با استناد به این پیشرفت پیشبرد مهم در سیاست خارجی 8 سال دوره ریاست جمهوری دموکرات ها به ریاست آقای اوباما، اینو به عنوان یه دستاورد بزرگ به رای دهندگان معرفی نمایند. آن سوی دیگر رژیم جمهوری اسلامی هست که به علت اینکه فکر میکردن این قضیه تحریما بازی هست. ببینید در جریان گروگان ها برها مسئله تحریم برقرار شد، مشکلاتی برای مردم ایران هم اجرا شد، ولی بعدن به علت اینکه تا آخرین لحظه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اینا گفتن و آخر سرم آقای کارتر انتخاب نشد و آقای ریگان انتخاب شد، قرارداد الجزایر قراردادی بود که یک جام زهری دیگه ای بود به ضرر رژیم تمام شد. در رابطه با جنگ هم 8 سال جنگ، قطعنامه 598 و دیگه بعد از پیروزی مردم ایران در بوشهر دیگه به منشهر لزومی نداشت این کار رو بکنن. ادامه خمینی تا آخرین لحظه مقاومت کرد، اون همه ضرر و کشتار، آخر سرم جام زهر اتمی رو خورد. الان هم فکر میکردن که با این 8 قطعنامه شورای امنیت که 6 داشت اجرایی است و کشورهای اتحادیه اروپا و خود آمریکا، رؤسای جمهور آمریکا با استفاده از اختیارات قانون اساسی یه تحریمای خصوصی، تحریمای ملی هم علیه رژیم برقرار کردن، اینم یه بازی است. اینا خواهند توانست با اقتصاد رانت و دزدی کیسه خودشون رو پر بکنن و کلا سر ملت بذارن و حالا ملت دیگه هرچی به امان خدا بسپاره، هر بلای سرشون بیاد، سونامی، سرطان هست، بعدی آب و هوا هست، هرچی هست، هر بلایی از سر ملت ایران بیاد ولی اینا موفق بشن. بعد دیدن نه، این قضیه تحریما باعث شده که برها شکم گرسنه دین و ایمان نداره. اصلا وقتی شکم گرسنه هست، وقتی دست خالی میری، وقتی 1/4 خانواده ایرانیان یعنی 20 میلیون ایرانی بیکارن،
سرپرست خانواده ها، یعنی اون فردی که باید بره کار بکنه، در واقع یک سونامی وحشتناک انفجار اجتماعی در راه که تهی دستان در هر لحظه آماده شورش و قیام هستن به عنوان ترس و ترور و وحشت رژیم جمهوری اسلامی ایران، از که وزارت اطلاعات و سپاه قدس و سایر نهادهای امنیتی که حدود 116 تا هستن به بیت رهبری به این نتیجه میرسن که این تحریم ها باید این بره و الا این رژیم از بین خواهد رفت، اینه که افتادن به این که جام زهر اتمی رو بنوشن، ولی در درون حاکمیت هستن عواملی که مثلا جنایی از سپاه قدس میخوان بمب اتم داشته باشن، حرف اول و آخر رو در منطقه اونا بزنن، و در این حال در درون حاکمیت آدمایی هم هستن که عقل و شعور دارن، یکم گردن به بالا فکر میکنن، میگن آقا جان شما یک نفر در مورد یه ملت تصمیم گرفتی، ملت رو به اینجا رسوندی، کشور رو به اینجا رسوندی، کشور پیشرفته پنجمین قدرت ارتش دنیا، اولین قدرت ارتش منطقه، هفتمین قدرت اقتصادی رو به خاک سیاه نشاندی، از آخر اولش کردی، از آخر از همه شرارت ها در دنیا ایران رو از آخر اول کردی، به خاطر بمب اتمی 84 میلیارد دلار هر سال هزینه اش کردی، طی مدت این همه هزینه برای این تولید بمب اتم کردی، پس کو چرا رفتی و جام زهر اتمی رو پایه های قدرت تو، پایه های وابستگان بیت فاسد تو در حال ریزش دیدی این کار کردی؟ حالا برای اینکه جواب این گروه و هر گروه دیگری رو بدن، آقای فیروز ناصری، آقای عراقچی اومده گفته که به یک توافق و کلی تن دهیم. معنی توافق و کلی چیه؟ معنی توافق و کلی آن است که اون کلاهی رو که کره شمالی با هدایت روسا و چینا بر سر غرب گذاشتن در سال 2006، در سال 2005 این رژیم هم همون کار رو بره، در سال 2003 6 کشور این کره شمالی رو به خاطر فعالیت های اتمی تحریم اقتصادی کردن، در سال 2005 این مذاکرات به نتیجه رسید و گفتن که خیلی خوب ما دیگه تمام تحریمات اتمی رو از بین میبریم و اینا، تحریم ها از بین رفت، در سال 2006 یه ها بشریت از خواب پاشد بیدار شد، علتش هم این که اون قراردادی که نوشته بودن قرارداد کلی بود، همین است که الان دارن آقای ظریف و آقای راکی و سیروس ناصر اینا پیشنهاد میکنن که یه قرارداد کلی بهتر از این که یه قراردادی تصویب نشه. خب بعضی از آمریکایی هم در نمایندگان آمریکا و سناتورهای وابسته دموکرات هم به عنوان یه دستاورد برای آقای اوباما میخوان یه قرارداد کلی داشته باشن، ولی این قرارداد کلی آیا تکرار تاریخ کره شمالی در سال 2006 برای آزمایش بمب اتم نیست که در سال 2009 دوباره آزمایش کرد، بعد در سال 2013 هم دوباره آزمایش کرد؟ رژیم جمهوری اسلامی نهل به نهل این کار رو میره. از طرفی وقتی خود آقای خامنه ای 9 تا ماده میذاره که یک کشوری که عضو سازمان ملل متحد با سرزمین داره، مردم داره، این کشور درست شده به خاطر اینکه به صورت پراکنده در دنیا بودن، کشورهای دنیا اینا رو میکشتن، هیتلر 6 میلیون نفر از اینا رو در کوره های آدمسوزی کشت، با یه چارچوبی یه دولتی باشه اینا رو در امن نگهداره که اینا رو کسی نسوزونه نکشه، حالا وقتی ایشون با 9 مادهش میگه چجوری اسرائیل رو میشه نابود کرد، یا فرمانده سپاه پاسداران میگه که ما 3 تا موشک داریم که در 7 دقیقه اسرائیل رو نابود میکنیم، کلاهی که اتمی هم داره، قاره پیما هم است و این بساط. بنابراین حتی مسیر حوادث رو، جاده رو به اون سمتی دو طرف باز کنن که به یه توافق اتمی برسن، باید مردم ایران در این مورد تصمیم بگیرن، باید مردم اسرائیل در این مورد تصمیم بگیرن، باید مردمان دو کشور حق وتو داشته باشن. آیا این توافقی که شما میگید، این توافق فردا شامل جزئیات هست که فردا رژیم جمهوری اسلامی ایران بمب اتمی رو تولید نکنه؟ باید
قرارداد خوب، همونطور که مردمان ایران دارن میگن و مردمان اسرائیل میگن، باید شامل این مسئله باشه که رژیم جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه من الوجوه نتونه به بمب اتمی دسترسی داشته باشه. در سال 2003 بحث بر سر این بود که این برنامه اتمی رژیم جمهوری اسلامی بین 10 تا 15 سال با تولید بمب اتمی فاصله داره. الان بحث بر سر این است که بعضی از طرفداران آقای اوباما، تفکر سابق آقای اوباما میگفتن که ما رژیم جمهوری اسلامی ایران رو از طریق تحریم‌ها به جایی رساندیم که تا یک سال دیگه رژیم نمیتونه بمب اتم تو. آقا این عقب گرد، این به ضرر جامعه جهانی تموم شده. این چه مسئله است که شما دارید میگید؟ اومدیم بعد از یک سال این بمب اتم رو تولید کرد، اون موقع میخواین چه کار بکنیم؟ بعد از طرفی این توافقات این چنانی باعث این خواهد شد که یه توافق کلی باشه، اگر در مورد بمب اتمی رژیم جمهوری اسلامی ایران سهل‌انگاری بشه، باعث خواهد شد که دولت عربستان، همونطور که ترکل فیصل اخیراً گفته، خیلی خب حالا اگه قرار باشه یه قرارداد بد با رژیم تهران امضا بکنن، این تشویقی است که ما هم فردا بریم ما هم آزمایشگاه اتمی داریم، ما هم وسایل خیلی پیشرفته‌ای داریم، ما هم میتونیم بمب اتم درسته، یعنی به عنوان یک بازی دومینو شروع بشه همه کشورهای منطقه برای تولید بمب اتم، مسابقه تسلیحاتی در منطقه. بنابراین درست است که مذاکرات اتمی تا 5 روز دیگه باید به مرحله نهایی برسه، درست است که ما به هیچ عنوان نمیخوایم جنگی بشه، برای اینکه اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه جنگ هست اگر رژیم قبول نکنه، ولی هم جهان متمدن، هم اوغلای کره زمین، هم همه انسان ها و دلفوز ها و طرفداران حقوق بشر، از دو جناح ایران، اسرائیل و جهان دیگه، کشورهای بین این دوتا، واقعا از صمیم قلب میخوان یک قرارداد جامع مانع باشه با همه جزئیات. رژیم جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی نکنه، اجازه بده پروتکل الحاقی رو امضا بکنه، بازرسان هم دست دلشون خواست بدن بازدید بکنن، یعنی تمام تجهیزات اتمی به روی بازرسا باز باشه، همه مثل همه اون اقداماتی که در کانادا، در فرانسه، جاهای دیگه آژانس انرژی اتمی میتونه انجام بده. چرا باید رژیم جمهوری اسلامی ایران تافته جدا بافته باشه؟ این قضیه باعث میشه که مثلا داعش، مثلا القاعده، مثلا حماس، جهاد اسلامی تشویق بشن برن فردا بمب اتم تولید بکنن. قرارداد باید جامع مانع، جزئیات برابر پروتکل های مربوطه در آژانس انرژی اتمی باشه. بله، فعلا که دنیای بدی آقای دکتر امید مه، هر کی هر کی شده، هر کی دلش میخواد هر کاری رو داره میکنه، اصلا تحت هیچ نظارتی نیست دیگه. واقعا من توضیح بدم، بسیار سوال خوبیه، شما واقعا به رگ حساس در آستانه فروپاشی بشریت در ترس ترور و وحشت به سر میبره. بابا بعد از جنگ جهانی دوم، چون آمریکا پیروز در جنگ جهانی دوم برای سرکوب هیتلر نازی، کشنده 20 میلیون انسان در دنیا و 6 میلیون سوزاندن 6 میلیون یهودی در کورهای آدم سوزی بود، آمریکا سرپرستی دنیا را گرفت. در اروپا با طرح مارشال، اروپا از همه جای دنیا ویرانتر شده بود. طرح مارشال از راز تولد اقتصادی بود، رشد توسعه اقتصادی بود، باید اروپای خراب شده در جنگ جهانی دوم را دوباره نوسازی میکردن. کی بود اینو میداد؟ هزینه‌اش آمریکا میداد. خب الان اروپا به یک جهان پیشرفته متمدنی رسیده، ولی آمریکا اون نظارت عالیشو به علت سیاست خاصی که آقای اوباما بود، استاد دانشگاه فارغ التحصیل هاروارد، احترام من میذارم به سیاه‌پوست، دوستش دارم، ولی آخه بابا هر کسی که نمیتونه رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور یک قدرت بزرگی مثل آمریکا، و اگر شد باید قواعد بازی رو بلد باشه. قواعد بازی اینه که باید یک جایی یه سرپرستی داشته باشه، یک کره زمینی یک مدیری داشته باشه. تا کنون از اول تا الان مدیر کره زمین آمریکا بوده،
در ویتنام، در کره، در جاهای دیگه، در طالبان، در القاعده، در مسائل تسلیحات کشتار جمعی در ایران. آقای جورج بوش حمله کرد به افغانستان، به القاعده را از بین برد، به عراق حمله کرد. آقای اوباما این مسئله نظارت عالی و نگهبانی دنیا از نفوذ عوامل شیطانی در دنیا قفلت کرد. حاصلش این بود که داعش و داعشان روی کار اومدن. و چرا داعشان روی کار اومدن؟ برای اینکه آقای خامنه ای رو پر رو کرد. آقای خامنه ای پدرخوانده داعش، پدرخوانده طالبان، پدرخوانده القاعده، پدرخوانده همه نیروهای اهریمنی در دنیا. آخه بابا چجوری میشه یه آدمی که استاد دانشگاه هاروارد، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد، انسان کاریزماتیک، برای یک اهریمن، به یک شیطان، به یک سعاد، به یک آدمی که جنایت پیشه است، به آدمی کینه‌ایه، از لحاظ روانی اشکالات روانی زیادی هم داره، نامه بنویسه که کوتاه بیاد؟ آقا اون کلا سرت قاعد گذاشت، فردا نامه های تو را افشا خواهد کرد. این رژیم جمهوری اسلامی ایران قابل اعتماد نیست، مگر در ماجرای مکفارلین در مورد آقای ریدان این کار نکردن که عصبانی شد و نرف زد؟ مگر در زمان آقای بوش اون کار نکردن که به عنوان خبیث نام برد، مثلث شرارت؟ آقای اوباما چرا؟ خب درس تاریخ اون دانشگاه هاروارد، آرزوی من بود برم دانشگاه هاروارد تحصیل بکنم، بجن که مثلا در دانشگاه تهران تحصیل بکنم. وقتی در دانشگاه هاروارد درس میخونه باید اوضاع تاریخ هم در نظر، مسائل سیاسی و استراتژی مهم، سیاسی مهم مهمه، اندیشه سیاسی مهمه، فلسفه های سیاسی مهمه. درست جهان پیشرفت کرده، الان دیگه فلسفه مرد، ولی نه، همین فلسفه ها هستن که باعث میشن بررسی بکنن چرا داعش به وجود اومد، اونو بررسی بکنن. الان اگر داعشی هست، اگه داره دیروز یه آمریکایی رو کشت، فردا میخواد یه دختر 20 ساله دیگه ای را سر بباره، پری رو 180 نفر سوریه، از این مبارزین را گوش تا گوش برید در آینه مطبوعات همه دنیا تونستن ببینن، اونم در آستانه ای که دنیا میخواد به میلاد پاکترین، سالمترین، انسانترین، زردوستترین انسان بشریت حضرت مسیح جشن بگیره، از کشته داره پشته میسازه. اشتباه، اشتباه دموکرات ها، اشتباه آقای اوباما در رو دادن به خامنه نامه فدایت نوشتن به ایشان بود، و اینکه باید یه انسان این که فرشته صفته اهریمن رو بشناسه، به اهریمن نامه بنویسی علیه تو به کار خواهد بود. من به شما قول میدم آقای اوباما اگر یه قرارداد کلی امضا بکنید با ایشون، فردا کلا سر شما خواهد گذاشت. از حالا دارن در ساحل غربی رود اردن دارن آدم میکنن که قضیه انتفاضه ای رو که تا حالا دوتاش انجام شده به نفع رژیم، انتفاضه سوم هم را بندازن در اسرائیل. آخه این رژیم، رژیم بحرانه. حالا فردا نامه های شما افشا خواهد شد، آبروی شما، اونم در آستانه انتخابات، اونم با تماس گرفتن با جمهوری خواهان. شما به ما امتیاز بدید، ما نامه هایی که آقای اوباما برای ما نوشته قبل از اینکه اینا افشا بکنن، شما بیا نامه هات افشا بکن که اینا در اون نقطه بحرانی این کار نکنن. دلیلش هم بگو. به هر حال الان جهان وقتی میبینن یه فردی به عنوان نگهبان دنیا، به عنوان در رأس هرم آمریکا هست که فیلسوف، استاد، انسان خوبیه، ولی یه سیاست مدار، رهبر برجسته خوب نیست، اون موقع داعش به وجود میاد. باید ایشان، آقای اوباما، روش خودشون رو در دو سال آینده تغییر بدن تا شیاطینی مثل داعش، مثل ابو حرام در آفریقا و جاهای دیگه، این همه با سرنوشت انسانهای بیگناه و بیپناه در منطقه جای دنیا بازی نکنن. بله آقای دکتر، امروز که اخبار نمیدونم داشتین یا نه که در اورشلیم دو تا فلسطینی اومدن، شنیدید حتما این برنامه رو؟ بله، این آغاز انتفاضه است. رژیم جمهوری، من از حالا به واقعا هموطنهای ما زیاد در اسرائیل هم فارسی هم گوش میکنن، این برنامه هم گوش میکنن، با آقای مناشه امیر به رادیو اسرائیل و واقعا به
مردم اسرائیل، مردم ایران و مردم اسرائیل با هم دوست داشتن. ملکه گذشته ما طرفدار یهودیای ایران بودن. ما زمانشا مشکلی با هموطنهای یهودی نداشتیم. من به شما اخطار میدم، اطلاعات پشت پرده زیادی هست. رژیم شما خودتون اطلاعات باید بگردید پیدا بکنید. رژیم جمهوری اسلامی ایران برای اینکه مشکلاتش خیلی زیاده، در مورد این خواننده ملی که دید ترس و ترور و وحشت برداشته در رابطه با مسائل اتمی و جا خوردن جام زهر اتمی، از عواقبش میترسه و از پیزش مردم میترسه، مشکلاتی در داخل داره، مشکل با دو ملت‌های ایران را در محاصره قرار داده که همه ناراضی هم از دخالت‌های رژیم، میخواد چکار بکنه؟ باید یه بحران دیگه در خارج داشته باشه تا به خاطر اون بحران بزنه تو سر مردم که الان هیچ، الان موقع شادی نیست، الان دشمن در خارج میخواد به ایران حمله بکنه، تکه پاره بکنه، جنگ بکنه و از این حرفا. داشتن کاشتن دشمن فردی در خارج، کشتن مردم و سیاست از نسل به رب در داخل. بنابراین مردم اسرائیل، دولت مردان آگاه اسرائیل باید با دقت ریاضی متوجه باشن. من قسم میخورم اطلاعاتی رسیده رژیم جمهوری اسلامی ایران قصد داره انتفاضه سوم را در اورشلیم، در مسجد اقصی، در جای این قسمت ها را بندازه، به ساحل غربی رود اردن نفوذ کردن. مراقب باشید، همزمان در ساحل غربی رود اردن، در غزه و در اورشلیم مسجد اقصی میخوان یک جنگ ایجاد بکنن. بهانه این است که اسرائیل رو تشویق بکنن که به ایران حمله بکنه، بمباران بکنه، و این کار نباید بشه. برای اینکه رژیم دنبال یک جنگ، رژیم میخواد با عربستان جنگ بکنه، با کشورهای همسایه جنگ بکنه. آثار 8 ساله جنگ با عراق به نفع رژیم تموم شده، مردم رو سرکوب کرده، یه اتحاد کاذب ایجاد کرده به خاطر دشمن فردی. ما نباید در دام رژیم بیفتیم. جلوی فاجعه را قبل از وقوع باید گرفت، جلوی انتفاضه سوم را باید به کمک و وحدت جهانی علیه رژیم در منطقه اسرائیل، غزه، منطقه فلسطین، ساحل غربی رود اردن، اورشلیم، مسجد اقصی، بیت المقدس بگیریم. بله، من فکر میکنم که تا قبل از این تاریخی که قراره برسه، اینا خیلی آشوبای دیگر هم شروع میکنن. به قول شما درست هم میفهمید که یه شلوغ بازی بشه، افکار عمومی بره دنبال این شلوغ بازی های جمهوری اسلامی، یا به قول شما یه جنگی هم را بندازن که بگن ما نتیجه فعلا نگرفتیم، استاپش کنن این مذاکره ای که الان مردم و سر کار داشتن هر روز و هر ساعت. ببینید چقدر خرج باید بشه هر دفعه که اینا از ایران بلند میشن میرن به یه کشوری، یا دیگران که میان یه هزینه بسیار سنگینیه و خودشون هم میدونن که برنامه ای نیستش که اینا نتیجه درست بگیرن، ولی خب دیگه این کارا رو دارن میکنن دیگه. در هر حال برنامه ای که ریخته شده، و جمهوری اسلامی رو اگر امریکا یا دیگر کشورها نشناخته باشن که چقدر تقلب میکنه و چقدر دروغگوه و چه جور با ملت خودش تا امروز بازی کرده، دیگه اون مشکل اوناست. من فکر میکنم در حال امیدوارم که تا این چند روز آینده اتفاق بدی در دنیا نیفته، مثل امروز که این اخبار بسیار بسیار بدی بود، چند نفر رو تیکه پاره کردن. آخه من نمیدونم، مثلا آقای دکتر، یه چیزی که بر من عجیبه، هر روز و شب بهش فکر میکنم، این آدمایی که میان این کارا رو میکنن، اینا از کجا دارن در میان؟ میدونی سران رژیم ما همشون آدمای بدی هست، ولی این ملت خودمونم که میرن دنبال کارهایی که اینا بهشون میگن انجام بدید، برای ما تعجب آوره. چطور ملت آخه قبول میکنن که برن اینجور آدم کشی کنن، تیکه پاره کنن مردمو؟ حالا فلسطینی ها که از اول اومدن کشور ما رو ریختن به هم، اونا اومدن باعث انقلاب شدن، ولی این ملت کجان؟ بله، عرض کنم بدترین، وحشتناکترین، خطرناکترین ویروس و باکتری دنیا ملای ذوب شده در ولایت فقیه. این از به شیطان درس میدن، از شیطان بدترن،
از اهریمن که در شاهنامه خواندیم و در کوههای فرام بود و رستم میرفت و باهاش میجنگید، اینا بدترن. از ضحاک ماردوش که بالاخره کاوه میتونه با اتحاد مردم اونو شکست بده، از ضحاک ماردوش، از بیماری ایدز، از انواع و اقسام باکتری های ابولا، این ملاهای ذوب شده در خامنه ای، از بدترین باکتری ها و ویروس های کشنده دنیا هستند. و چون اینا واقعا بدترین ویروس های دنیا هستند، شستشوی مغزی میدن. یعنی اینا، این جوان هایی که میرن اون کار رو میکنن، آدم عاقل که نمیاد یه بمب زنه خودشو بکشه، یا آدم عاقل نمیاد که بیاد وقتی در کتاب خودشون نوشته که بشر اشرف مخلوقات، بیاد برخلاف این گفته کتاب مقدس خودش کاری رو انجام بده، بیاد بره و این چنین شنین فر ببره، این چنین شنین حمله بکنه و قلع و غم بکنه. اینا شستشوی مغزی داده میشن. وقتی آقای نقدی، بسیجی، فرمانده بسیج عراقی العز، اعلام میکنه، ببینید، اعلام میکنه که خوشبختانه همین که در مجلس قلعه ایوانات جورج اورول این قضیه امر به معروف و نهی از منکر را تصدیق کردن، حالا یه مشتی قاتل، جنایتکار، آدم کش، نیروی امنیتی و نظامی، اعضای اکثریت اعضای مجلس رژیم هست، اینا اینو تصدیق میکنن. این آقای نقدی، عراقی، فرمانده بسیج، اعلام میکنه خدا بسیجیان را مأمور کرده که امر به معروف بکنن. این دستور خدا بوده. ببینید، این رژیم جمهوری اسلامی ایران 35 ساله آقای خامنه ای و شرکا و بیت فاسدش، این ملاهای امام جمعه، هر کدوم هر نوع شناعت، زشتی، پلیدی هست در دنیا، به اسم ائمه اطهار، به اسم پیغمبرا، به اسم امام حسین، به اسم اونها تموم کردن. کار به جایی رسید که شما در این قضیه ماه محرم دیدید در مورد آقای مهدوی کنی مرد، یه دونه ایرانی نرفت، هر کی رفت بار خودشون بود، عده عرب را، عده عراقی را بردن برای مراسم سوگواریش. اومد یه خواننده ملی که در 88 کودتای 88 زندانی شده بود، بعد میاد بیرون خواننده میشه، ولی قبل از اینکه معروف بشه میگیرن، چیز خورش میگیرن، سرطان معده میگیره. یه چند تا شعر زیبا به زبان عامه مردم خونده بود، به سرطان مبتلاش میسازن. این متوسل شدن به قرآن و قرآن خراب کردن، دین و مذهب مردم رو خراب کردن، دین و مذهب مردم رو گرفتن، باعث میشه که در محرمی که زمانش هم مردم احترام میذاشتن، من خودم واقعا لذت میبردم از اون مناجاتی که میذاشتن و همه اعضای خانواده شهرستان هم میریزن، این نشون میده که این رژیم جمهوری اسلامی ایران دین و مذهب مردم گرفته. مردم واقعا دیگه میخوان این دین و این مذهب آنی که در زمان شاه بود نیست، غم‌آور، کشنده، جنایتکارانه، دین شیطانیه، دین اهریمنانه، دین آقای خامنه‌ای ولی فقیه، ایشان بیمار روانی به عنوان دین به خورد مردم میده. الان هم میگن حالا که تالا دین و ایمان مردم رو گرفتن، به خاطر این جنایاتی که به دین و ایمان مردم نسبت دادن، یا به زبان حسن و حسین به نام علی و محمد و ائمه اطهار این جنایت ها را مرتکب شدن، الان هم میگن که امر به معروف نهی از منکر خواسته خدا بوده، خدا این مأموریت رو بپذیره، میخوان خدای مردم ایران هم بگیرن. اگر این دو سه سال دیگه این کار امیدوارم که هرچی زودتر ایران ما اینا ترک بکنن برن، ما ایران آزاد بشه، مردم بتونن ایران از دست این جنایتکارا، سونامی سرطان از انواع و اقسام جنایاتی که اینا هستن، سالها طول خواهد کشید که مردم ایران شب و روز کار کنن، پاکسازی بکنن. و ایران اگر اینا بیش از این باشد، ایران تبدیل به یک کشوری خواهد شد، اولین کشور دنیا ضد خدا، برای اینکه اینا به هر چی که دست زدن بدنامش کردن، حالا میخوان خدا رو هم بدنام بکنن، تمام جنایاتی رو که میکنن به اسم خدا تموم بکنن. من واقعا نمیدانم این
قضیه مرگ یک جوان 30 ساله هشداری بود که دنیا بفهمه. الان مقاله ها را که شما میخونید میبینید که به این نتیجه رسیدن که سنامی سرطان در ایرانه. هر سال 100 هزار نفر به سرطان مبتلا میشن که برای اینکه آقای خامنه ای ایران را تبدیل به تدفین زباله های اتمی چین و روسیه کرده. آبهای درون کشور آلوده است، آلوده به مواد اتمیه، برای اینکه آقای خامنه ای میخواد بمب اتمی داشته باشه. هوای ایران را آلوده کرده، محیط زیست از بین برده، دریاچه‌ها و رودخونه‌ها و مزارع و همه را از بین برده. ایشان یک نفرینه، یک فرعون زمانه است. ایران ما را از بین برده، سونامی سرطانه. وقتی 100 هزار نفر هر روز مبتلا میشن، آمار رسمی 50 هزار نفر کشته میشن، این یعنی یه جنگ. این همه مردم در جاده ها میمیرن. دنیا باید به داد مردم ایران برسه، مردم ایران از دست این رژیم جنایتکار نجات بده. چند سال دیگه اگه این رژیم ادامه داشته باشه، خود مردم کشوری خواهد بود. فقط بیت فاسد رهبری و مزدوران، عوامل مزدور و ذوق شده در این بیت فاسد رهبری و مردم ایران انگار یک طاعون اومده، هر روز میلیون ها نفر کشته میشن. باید به داد مردم ایران رسید. یک موجود شیطانی ایران ما را گرفته، اونجا را تبدیل به قتلگاه کرده، از اونجا تختخیز داره حمله میکنه به افغانستان. در افغانستان شنیدم آقای پرویز مشرف که امروز اعلام کرده که عوامل اطلاعاتی کشورهای همسایه این بمب‌ها را می‌ذارن، این در افغانستان می‌ذارن. این واقعیت داره، یعنی ایران داره این کارو می‌کنه. یا در عراق اخیراً نیروهای وابسته به رژیم، یعنی اون نیروهای اهریمنی افراطی، اعلام کردن که اگر آمریکایی‌ها پاشون رو تو عراق بذارن میکشیم، برای اینکه آمریکا تصمیم داره داعش از بین ببره. برای اینکه آقای اوباما گفت همکاری با اسد ائتلاف ضد داعش رو تضعیف میکنه. یعنی آقای خامنه، تو ائتلاف ضد داعش رو به علت همکاری با اسد و کمک به داعش به صورت غیر ممکن داری در مقابل آمریکا و 63 کشور دنیا ایستادی. تو کمک میکنی که داعش باشه و همه جا رو بگیره. بنابراین تو داری در زمان جنگ جهانی دوم یه متحدینی بودن در مقابل مؤتلفین ایستاده بودن، متحدین هیتلر رو، ژاپن و ایتالیا میخواستن دنیا رو بگیرن، این همه کشتار رو انداختن، مؤتلفین اومدن جلوی این رو بگیرن. الان مؤتلفین آمریکا است و 63 کشور در مقابل داعش. و وقتی هم آقای اوباما میگه باید اسد بره تا داعش از بین بره، رژیم جمهوری اسلامی ایران وقتی نیروهای تروریستش رو وادار میکنه در عراق اعلام بکنن ما آمریکایی رو غیر از سفرا، غیر از دیپلمات ها میزنیم، یعنی ما میخواییم داعش باشه. من نمیدانم آقای اوباما، دستگاه کاخ سفید و این اوغلای قم در دنیا چرا به این مسئله توجه نمی کنن جلو این رژیم رو بگیرن. اتفاقا امروز خود دولت جمهوری اسلامی اعلان کرد که از مردم خواست، در واقع خواهش کرد که آب که در تهران هست استفاده نکنید، از آبهای معدنی استفاده کنید. یعنی دیگه مردم نه هوا دارن، نه آب دارن، نه آرامش دارن، نه آزادی دارن. من نمیدونم واقعا این ملت، این همم بهشون داره فشار میاد، از هر طریقی که میبینی به این ملت فشار میارن، ولی ملت همینجور نشستن و تماشاگر هستن. میدونی خود ملت هم مقصرن. ملت مثل الان که یه جوونی رو از دست دادن، حالا به اسم خواننده، این همه جمعیت اومد بیرون. خب نمیتونن این همه جمعیت وقتی که زمانش میرسه 10 برابر 100 برابر این بیان بیرون و اینا رو از پا بندازن. حقیقتا خود ملت دوست دارن انگار. من واقعا به این نتیجه رسیدم، این که ما میترسیم و اینا. خب اومدن این کار سال 88 کردن که مردم رو خاموش کنن و بترسونن و بگن بشینین تو خونه هاتون، هر کاری ما میگیم باید همون کار رو بکنی. ولی انسانم برای خودش یک قدرتی باید داشته باشه که بتونه در مقابل دولتش بیسته، بگه من که تو رو انتخابت کردم، مثلا آقای روحانی رو اومدن انتخاب کردن. آخه این چه انتخابی بود؟ انتخابی که بدتر از قبلی بود. میدونین مردم خودشونم مقصرن. تا زمانی که مردم بلند نشن، خودجوش واقعا نیان بیرون و اعتراض نکنن، همین آش و همین کاسه هست.
اینا دارن میتازونن. شما ببینی اوباما که در اینجا هست و ببین چقدر راحت تو دست گرفتن تا بگیریم بقیه رو. باید ملت دنیا اعتراض بکنن به اینکه ملت ایران در چه گرفتاری قرار گرفتن و ملت هم خودش بلند شه خودش دفاع کنه آقای دکتر رو میگه. وگرنه از گفتن امثال ماها که هر روز نشستیم میگیم اتحاد اتحاد هیچ چیز دیگه درست نمیشه. باید خودشون به فکر باشن. الان ببینید داعش جوانای دنیا رو داره جذب میکنه، ولی چرا جوانها متوجه اخبار خود داعشی ها نیستن؟ چند روز پیش خود داعشی ها خودشون رو اعدام کردن، کشتن. چرا؟ برای این که اینا نخواستن برن بمبگذاری بکنن یا چیزای انتحاری انجام بدن. به این دلیل اومدن همونایی که اومدن به اینا پیوست بودن کشتنشون. خب چرا اونایی که میرن به اینا میپیوندن ما میگیم 20%، 50% چون روانیه؟ بالاخره 20-30% هستن یه ذره عقل دارن این جوونا، ولن میشن میرن. خب باید ببینن که اینا دارن چیکار باهاشون میکنن. داعش همین جور داره بزرگ میشه. داعش تا 9 ماه 10 ماه پیش اسم داعشی وجود نداشت. الان چرا داعش با چندین هزار نفر بشه؟ اینه که خود انسانهای دنیا به نظر من یه مقداری از نظر فکری مشکل پیدا کردن که میپیوندن به اینا. در حال آقای دکتر امید مهر، من خوشحالم امروزم با شما بودیم، خیلی صحبتهای قشنگی کردین. امیدوارم که همیشه با ما بمونید و این اخبارهای روز رو به اطلاع دوستان نازنین ما برسونید. اگر چیز خاصی نیست با هاتون خدافظی میکنم تا برنامه آینده و با امید روزهای خوب برای شما و خانوادتون. سپاسگزارم. به امید پیروزی هرچی دکتر مردم ایران. خداحافظش. مرسی عزیز. آقای روزبه نازنین، یه موزیکی بذاریم بعد آقای پیرامون و ما روی ایر خواهیم داشت. هرچی باهات باشم کمه، سیر نمیشم از دیدنه. میخوام همیشه پیش تو بمونم و ببینمه. میخوام تو رو مثل یه گل از توی باغ بچینمت، مثل یه آهنگ قشنگ حال کنم از شنیدنت. میخوام مثل قصه بزرگترین بلا واسم کنار تو نبود. Got it.
در این لحظه با آقای پیرامون هستیم از اروپا. طبق معمولشون همیشه زحمت میکشن یه مقداری اطلاعات به ما میدن در مورد مسائلی که در اون ور دنیا میگذره. آقای روزبه، آقای پیرامون آماده هستن؟ بله. آقای پیرامون درود بر شما. درود بر شما و تمام بینندگان شبکه ایران آریایی. مرسی، امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشین. بعد بفرمایید که اون برا چه خبر هست؟ اخبار جدید چی داریم؟ البته خبر که زیاد است، ولی قبل از اینکه من این خبر رو بدم، در رابطه با یه تحلیلگر ارشد مؤسسه مورمارو در ژاپن که مشاور امنیتی و اقتصادیه، در رابطه با مسائلی که در کشوری که احتمال خیزش بزرگی در مقیاس بزرگ در خیابان ممکنه ظاهر بشن، هم ایران یکی از ده کشور مورد نظر گفت. یعنی کشورهای مثل آرژانتین، برزیل، چین، ایران، عربستان سعودی، روسیه، نیجریه، ونزوئلا، قلمرو فلسطینیا و شیلیه. در رابطه با ایران گفته ایران بر اساس تحریم‌های اقتصادی جمهور اسلامی را فلج کرده و در یک سال گذشته قیمت مواد غذایی بر اساس دادهای رسمی افزایش یافته. و از همه مهمتر با اومدن آقای حسن روحانی اون چشم اندازی که باید داشته بود نداشت، یعنی یه مقدار بهتر شده، به اونطوری نیست. و خشونت علیه زنان به عنوان نکات حساس باقی مونده بیان کرده و نوشته در ماه اکتبر هزاران نفر به خیابان آمدند و خواهان پایان دادن به اسیدپاشی سریالی که در ایران صورت گرفت، که در رابطه با نوع پوشش از نظر محافظه‌کاران ایران نامناسب بوده. شهروندان همچنین نسبت به دولت و پلیس امنیتی اخلاقی چه به نظامیان و شخصی هم بسیار ناراضی و اعتراض گسترده دارند. یعنی در کشور چون با تظاهرات بیگانه نیستن، چون بارها ملتهای مثل آرژانتین، برزیل، چین، عربستان سعودی، روسیه و ایران اینا به خیابان اومدن. این تحلیلگر متعلق به مؤسسه مومارو، اسم تحلیلگرم آقای الستر نیوتونه. بله، تحلیلگر ارشد مؤسسه است. بعد عرض کنم خدمتتون که در 11 ماه در رابطه با پناهندگان، یعنی رکورد پذیرش پناهنده در آلمان، عرض کنم خدمتتون که در 11 ماه گذشته در سال 2014 حدود 26 هزار پناهنده در آلمان جواز اقامت گرفتن. 11 ماه 2014، 26 هزار تا از همه جای دنیا نه؟ بعد یعنی آلمان رکورد پذیرش پناهنده را چکنده در 11 ماه، یعنی هنوز یه ما دیگه مونده که به سال پایان سال 2014 برسه. بله. در 11 ماه گذشته در حدود 26 هزار نفر پرنده گرفت و دقیقا بیشترش مردم سوریه و عراقی هست. در سال 2013 این کشور در حدود 20,128 نفر پرنده داشته، یعنی قبول شدن، گرفتن. و در سال 2012 به عنوان پناهنده قبول شدن 17,400 نفر به عنوان پرنده آلمان گرفته و در سال 2011 در حدود 10,000 نفر بوده. یعنی دقیقاً الان داره قوانینی در آلمان به تصویب میرسه، احتمال داره تصویب شده باشه، قبل چند روز منتشر بشه یا بعد از سال نو. دقیقاً اینه که پناهنده ها بعد از 15 ماه اقامت در آلمان میتونن وارد بازار کار بشن با همون مزایا و حقوق و چیزایی که به ملت آلمان تعلق میگیره پناهنده باشن. اینه. یکی دیگه هم یه انتقاد شدید سازمان ملل متحد در رابطه با شکنجه و وضعیت بد بازداشتگاه در کشور استرالیا. و استرالیا در سال 1989 یکی از امضا کنندگان لایحه ضد شکنجه نسبت به پناهنده بوده که سازمان ملل متحد در ژنو این دولت را محکوم کرده به نسبت به روند کار خودش و نسبت به بازداشتگاه ها و نسبت به پناهنده یه تجدید نظر کلی کنه. و دولت استرالیا محکوم شد در نشستی که در ژنو صورت گرفت در مورد با پناهنده به عنوان ضد شکنجه. عرض کنم خدمت می خانم تهرانی، ما همیشه بحثمون بر سر پناهنده بودی که پناهنده همیشه باید از نظر حقوقی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی اینا تحت پوشش ملت ها قرار بگیرن. الان یه فاجعه که در 4 نوامبر در نروژ رخ داده، دقیقا یه مرد 31 ساله در جاده کوهستانی، اصلش سودانی بوده، ایشون قبلا از کشور اسپانیا تقاضای پناهنده کرده بود و
ولی چون شرایط پناهندگی شامل حالش نشد به ایشون جواب رد داد. بعد این آقای سودانی پناهنده عازم نروژ میشه. در 26 ماه در نروژ اقامت، یعنی نروژ در کمپ زندگی میکنه. بعد دولت نروژ به ایشون جواب رد میده که شما چون از کشوری دیگه در منطقه اروپا شنگن شما درخواست پناهندگی کردین، در اینجا شامل حال شما نمیشه. ایشون در این آقای سودانی 31 سالن در جاده کوهستانی ما بین آردال و ویتی واقع در 220 کیلومتری پایتخت نروژ یعنی اسلو، سه سرنشین یک اتوبوس، یه مرد 50 ساله سوئدی، یک مرد راننده 50 ساله نروژی و یه دختر خانم 19 ساله نروژی را به ضرب چاقو میکشه. وقتی این جنایت رخ میده دقیقاً ماموران آتش‌نشانی که در اون منطقه بودن این شخص بازداشت میکنن و خیلی جالبه که پلیس نروژ بعد از 1 ساعت و 14 دقیقه به حوادث میرسه به محل قتل و این مدت 1 ساعت و 14 دقیقه اون قاتل سودانی در اختیار مامورین آتش‌نشانی بوده. جالبه واقعا اینقدر زندگی ها رو سخت کردن به مردم دنیا که واقعا شاید این آدم کش نبوده ولی تبدیل شده به یه آدم کش. وقتی از کشورش آواره است میاد دو کشورم میره تقاضا میکنه و سرخوردگی پیدا میکنه، طبیعتا روحی روانی به هم ریخته میشن. اینا این نیست آخر خانم تهرانی، اصولا کمپ ها یه شرایطی دارن که بعضی ها نمیتونن تحمل کنن. بله شایدم قبلا در کمپ های اروپای اسکاندیناوی اول خانوما با بچه هاشون میمدن، چون خانوما از نظر استقامتی بیشتر از مردا میتونن تحمل کنن در کمپ ها. بعد اینکه جواب میگرفتن شوهرشون عازم اون کشور مربوطه میشد، اگه جواب نمیگرفتن حداقل امکانات زندگیشون که در ایران داشتن اون از بین نمیبردن. و این شرایط الان روز به روز داره سخت‌تر میشه. مثلا اتحادیه اروپا چهارشنبه گذشته یه قرارداد، یه توافقنامه با دولت ترکیه بسته. این توافقنامه در رابطه با اینکه پناهندهایی که از طریق ترکیه وارد اتحادیه اروپا میشن، فرقی نمیکنه کدوم کشور اتحادیه اروپا میشن، بلافاصله از طریق اون اتحادیه کشور برمیگردن به کشور ترکیه. چرا؟ چون ترکیه در عرض 3 سال 1,500,000 سوری، کشور سوریه، مردمان کشور سوریه را پذیرفته و بیشتر پناهنده ها از طریق ترکیه عازم اتحادیه اروپا هستند. از این جهت این مشکلاتی که در اتحادیه اروپا و خود ترکیه به وجود اومده، این توافقنامه روز چهارشنبه توسط دولت ترکیه، دولت آقای اردوغان به اضافه اتحادیه اروپا با هم بسته شده در رابطه با این مسئله که هر پناهنده ای که از طریق ترکیه میاد بلافاصله اونو برگشتش میدن که به ترکیه بره. و در این مدت 3 سال نزدیکه، یعنی کشورهای مثل یونان، ایتالیا صدها و هزاران نفر از پناهنده را به کشورهای مربوطش برگردوندن و در این بین 2500 نفر در بین راه، در دریاها، در همه جا کشته شدن که خودشون میخواستن برسونن به یک کشوری که آرامش و زندگی داشته باشن. چجور مردم دنیا آواره شدن حقیقتا. بله از کنم بعدش هم بر اساس قوانین جدید در آلمان پناهندگان در آلمان در آینده، یعنی بعد از اینکه در زمانی که پناهنده میشن مثل سابق نیست که از شهر به شهر دیگه نمیتونستن برن، ولی الان در آینده این قانون به تصویب میرسه که هم وارد بازار کار بشن، همین که از این شهر به شهر دیگه هم تا قبل از اینکه جواب بگیرن بتونن در رفت آمد باشن، بتونن خیشان دوستان آشناهای خودشونن از این شهر به اون شهر میتونن ملاقات کنن و ببینن. بعدم یه عرض کنم خدمتتون که در رابطه با اینکه دو تا کارمند اداره مهاجرت در سوئد بعد از مدت‌ها، یعنی دو سه سالی در رابطه با این بوده که یه نفرشون پاسپورت جعل می‌کرده میداده به پناهنده، یه تعدادشون کارت اقامت جعل می‌کرده، یه نفر دیگه‌شون هم به عنوان کارت بیمارستانی که خدمات درمانی رو مجانا در اختیار مردم سوئد می‌گذاشته اینم صادر می‌کرده. دقیقاً از این صدور پاسپورت و کارت اقامت و کارت بیمارستان اینا 600,000 کرون درآمد داشتن که اخیرا توسط پلیس امنیتی بازداشت شدن در زندانم. مشکل پرنده همیشه همینه خانم شیران، واقعا نمیدونم چه کارش کرد. بله بله خب خوشحالم که در مورد آلمان الان میگین یه مقداری داره امتیاز میده، باز خوبه تعداد هر سال بیشتر گرفته و امتیاز داره میده الان.
آرمان به این دلیل داره نسل اول خود پرنده خود پدر مادره که در یه سنی نزن به درد اشتغال کار یا نگه تحصیلات عالیه نداشته باشه یا سرمایه نداشته باشن که به درد کار نمیخوره. نهایتاً اینا این فکر کردن که این پدر مادرها میتونن به خاطر صنایع بله امتیاز میدن امتیاز میدن که بیشتر داشته باشن دیگه طبیعتاً اینجور بود. دقیقاً همینه. دیگه خبر جدیدی ندارین آقای پیرامون؟ خیر همین خبرها بود که به شما دادم من در رابطه با این مسئله. بله ممنون از شما، همیشه زحمت میکشین، امیدوارم که خبرهای خوب برای ما بیارین. برای من از آقای دکتر امیدوارم بسیار سپاسگزارم، بحث خیلی جالبی کرد، خیلی جالب و روشنگری بود. در مجموعه آقای خانم ایرانی رژیم قدارکش اسلامی و ملت اینا آماده قیام هستن، ولی متاسفانه چون به کسی نمیتونن اعتماد کنن از نظر رهبری. امیدوارم که شاهزاده رضا پهلوی در سربازنگاه تاریخ بتونه این فرمان به دست بگیره و بتونه مملکت با همکاری خود و ملت نجات پیدا کنه. این رژیم قدارکش جمهوری اسلامی من مطمئنم رفتنیه، من تردیدی در سرنگونی جمهوری اسلامی ندارم. فقط من پاسخ من این میخوام بگم، من آگاهی هشداری که به تمام مامورین امنیتی و نهایت امنیتی میدم اینه، یا در کنار ملت قرار بگیرید برای آزادی یا در برابر ملت قرار بگیرید. اگر در کنار ملت قرار بگیرید شما نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح ملت پذیرای شما خواهند بود، ولی اگر در برابر ملت قرار بگیرید مطمئن باشید هیچ راهی فراری در هیچ کره زمین برای شما وجودی نداره، یا اونجا میمیرید کشته میشید یا در کنار ملت ایران قرار بگیرید برای آزادی که شما و خانواده شما میتونه در اون آزادی سهم بزرگی داشته باشه. این پیام ما بود برای تمام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. بله نه میدونید که حتما اطلاع دارید که خیلی از این جمهوری اسلامی ناراحتن، ولی خب به خاطر پستی که دارن و درآمدی داشته باشن خانوادهشون رو به چرخونن فعلا ایستادن، ولی روزی که برسه با خیلی زودم خواهد رسید و شاهزاده رضا پهلوی واقعا به قول شما فرمان در دست خودشون بگیرن ملت ایران همه دنبالشون خواهند رفت، به جز اونایی که از اول اومدن و خیانت کردن و این گروه رو آوردن گوشتن سر کار اونا دنبال بله برای نیروهای مسلح خانم تهرانی فرزندان اون آب و خاک هست. بله دقیقا، یعنی غیر از فرماندهان سپاه بسیج نیروهای ارتش که خود ارتش هم فرمانده هاشون از سپاه هستن، غیر از این تمام بدنه نیروهای مسلح زمینی هوایی دریایی اینا فرزندان اون آب و خاک هست. اینا به خاطر حفظ تمامیت ارضی اون لباس بتن کردن و اونا خودش اکثرشون هم ناراضی هستن، منتظر یه فرصتی هستن که بتونن اون رژیم قدارکش جمهوری اسلامی رو از عرکه قدرت به زیر بکشن، که من اطمینان 100% دارم، ایمان دارم این رژیم سرنگون خواهد شد، من تردیدی درش ندارم خانم تهران. 100% مگه چقدر میشه در دنیا ظلم کرد حقیقتا که این جمهوری اسلامی با این همه جوون ما این کارا رو داره میکنه حقیقتا. در حال ممنونم از وقتی که گذاشتیم با ما بودیم، با امید دیدار بعدی با خبرهای بسیار خوب. بسیار سپاسگزارم خانم تهرانی، بسیار سپاسگزارم از بینندگان و شنوندگان شبکه ایران آریایی. برار هر کجا هستن پاینده ایران زنده باد، ملت ایران. درود بر شما. درود بر شما. بله یک کلیپی هست میخوام نشونتون بدم که شماره آقای روزبه نازنین شماره 3 رو بر ما میذارین، کلیپ شماره 3. بله ببینید که اگر واقعا اتحاد داشته باشی این اتحاد میتونه ما بین چند نفر شروع بشه بره به میلیون برسه. حقیقتا وقتی اتحاد برقرار بشه اون چیزی که واقعا داره به شما ظلم میکنه، اون دولتی که داره به شما ظلم میکنه، اون ملت آدمایی که دارن واقعا از شما سوء استفاده میکنن و عمر جوانای ما رو دارن هدر میدن، همشون پا به فرار میذارن. یه صحنه ای هست الان آقای روزبه میذاره، تماشا بکنیم با هم دیگه ببینین چقدر اثرگذار هست. Come on!
دیدی این سربازا همه مسلح بودن، یعنی اسلحه داشتن، نمیدونم اونی که جلوشون میگیرن سنگ نخوره داشتن، همه چی داشتن، آماده کامل بودن. وقتی هجوم بردن به ملت، ملت کیا بودن؟ اون یه مش جوون، یه مش تینیجر بودن حقیقتا، با سنگ از خودشون دفاع کردن و تونستن اینا رو فراری بدن. از همین جا شروع میشه، یعنی روزی که شماها آمدید در خیابان دیگه نباید این ترس رو داشته باشید. وقتی همه تون هجوم بیارید، وقتی ملتی زیاد باشه هجوم بیارید، دولتی نمیتونه مقاومت بکنه. این بهترین صحنه ایه که شما میتونید ببینید. ببینید چه جور اینا دارن در میرن، اسلحه دستشونه، میتونن تیراندازی هم بکنن، ولی اترسشون و اون تعدادی که الان دنبال اینا میکنن، باور کنید دو سه برابر بیشتر از اینا هم نیستن، اسلحه هم ندارن. اینا با سنگ دارن از خودشون دفاع میکنن، ولی اینا هجوم اون جماعتو که دیدن اترسشون فرار کردن. بسیار بسیار صحنه درست و قشنگیه که نگاه کنید، تو خاطرتون بسپارید. اینا وقتی که شماها گروه میرید، مثل همین مراسمی که چند روز پیش اجرا شد، این همه جمعیت اومده بود، اینا چه غلطی میتونستن با شماها بکنن؟ هیچ کاری نمیتونستن بکنن. اگه همه تون میریختید، حمله میکردید و اینا رو اسلحه هاشون از دستشون میگرفتید، هیچ کاری نمیتونن بکنن. ولی نه اینکه یک نفر و پنج نفر و ده نفر، هر چی میتونید اضافه باید بشید، هر چی میتونید قدرت بیشتری بذارید. وقتی هجوم بیارید به طرف این آدمای نامرد، اینا همشون خودشون در میرن. اگه با شماها باشن، اسلحه رو میذارن زمین، طرف شما هستن. اگر نیستن، در میرن. اینو باور کنید. من امروز یه دختر جوان دیگه ای رو روی ار دارم، نمیدونم ایشونم حاضرن یک صحبتی هم با ایشون داشته باشیم. بعد از اون من سعی میکنم خطا رو باز کنم. شما نازنینان اگه دوست داشتین تشریف بیارید رو خطا. آماده نیستن؟ اوکی، شماره یک رو میتونید بذارید؟ این هم کلیپی هست در رابطه با بچه های نازنین ما. ببینید مملکتی که این همه سرمایه داره، مملکتی که میتونه تک به تک ملتش در ناز و نعمت زندگی بکنن، به چه روزی انداختن اینا. آب بابا، واژه‌هایی که این کودکان به خوبی آن را درک کرده‌اند. با گذر از کوهستان‌های سخت گذر و برفگیر شمال خوزستان، چیزندان نمایان شد و شاید چیزندان یا در زندان با مسماترین واژه برای دانش آموزان این روستا باشد، آنها که برای یادگیری آب بابا مرزی نمی‌شناسند. آفرین، مادرش. چطور نگاهی طرف مدرسه؟ چطور نگاهی؟ برای رسیدن به مدرسه همراه آنها شدم. باورم نمی‌شد که هر روز برای حاضر شدن در کلاس درس باید هفت خان رستم را طی کنند. هفت خانی که نزدیک بود مرا هم گرفتار کند. و اینجا میانه راه است، معبری که دانش آموزان برای گذر از آن تنها به نیروی دستان کوچکشان اطمینان می‌کند. کلاس چندمی؟ دوم. نترسیدی جوری عبادی؟ چرا؟ چرا ترسیس؟ چهارم دی دست نخونم. سی چه؟ رم و دیر بی ای بحث من می آوا به ضربت می جهر رو ببین دست همو چون کمی جهر می جورو با ماوی. یه کمکی کنی به بچه هر؟ بله، مجبورم درس بخوانم و ما دست هم زخمی می شیم، مجبورم برای مدرسه و بیام. جهر زست جهره؟ یعنی براد می شی اینجوری شدی؟ آه. و پدر بزرگ می گفت اما آنها با همه مشکلات باید درس بخوانند. خواهر این روزگار هایی که درس هم نخونه و چی هم ندونه سوال رو بسکنی هیچ خبرین. آب اولین و آخرین واژه‌ای بود که کودکانی چون اسماعیل، مریم و سهراب در آن آرام گرفتند و آب خروشان هنوز در کمین مریم و سهراب هاست.
باعث تأسف نیست. باعث تأسف نیست که مملکتی که گنج هست بچه هاش باید، بچه های بین کوچیکی تو این سرما نه دستکشی دارن نه چیزی دارن، با این دستای نازک و کوچولوشون باید این سیمای آهنی رو بگیرن بیان این ور که برن سر کلاس درس. شرم‌آور نیست که این دولت بی‌غیرت، این دولت دوز حتی یه پل کوچولو برای اینا نمیذاره که اینها تو اون سرما اگر اون دستشو ول بکنه یه موقعی میفته تو اون آب روان، چی به سرش میاد؟ ما با یه همچین دولتی سر کار داریم، با یه همچین آدم هایی سر کار داریم که فقط به فکر جیب خودشون هستن، فقط به فکر موقعیت خودشون هستن که خودشونو ثابت نگه دارن. اینا انسانی نیستن که آدم بگه رحم تو دلشه یا نیست، اینا هیچی سرشون نمیشه. حیف از اون بچه ها، نازنین بچه ها، بچه هایی که در دهات‌های دور دارن زندگی میکنن ولی عشق اینه که سواد داشته باشن و دارن، این همه راه و طی روز طی میکنن میرن و بر میگردن. خب ما خانم مریم سیادت رو روی ار داریم. عزیز خیلی خوش آمدی، درود بر شما. درود بر شما سرکار خانم تهرانی و درود بر همه بینندگان گرامی. امیدوارم که سلامت باشید و ممنون از برنامه خوبتون و از آگاهی دادنتون به مردم. خواهش میکنم عزیزم. من در خدمتتون هستم. چند وقت با اتون صحبت نکردیم، چه خبرهای جدید داریم مریم خانم؟ صدامو داری؟ مریم جان، آقای روزبه صدای منو ندارن ایشون. بله، مثل که اشکال فنیه که درست خواهد شد. این صحنه هایی که من بعضی موقع خودم میبینم واقعا خیلی متاثر میشم، خیلی ناراحت میشم. چه کار باید کرد حقیقتا؟ چی کار باید برای این بچه های نازنینمون بکنیم؟ باید فکری به حالشون کرد. مریم جان صدای منو داری شما؟ شما دارم بانو، صدای شما رو من دارم. اوکی، ازتون سوال کردم، گفتم چه اخبار جدیدی داری در جایی که شما زندگی میکنید، اوضاع احوال به چه شکلی هست برای ایرانی های نازنینمون در اونجا؟ مریم خانوم، خب اخبار تازهی امید به بهبود وضعیت مردم ایران، امید به برگشتن دوباره به کشور عزیزمون ایران. اینجا ما بانو تهرانی هر دو هفته یک بار یک سری مراسم اعتراضی داریم که در یوتوبوری برقرار میشه و خب سعی میکنیم که به این ترتیب صدامون رو به مردممون در ایران و همچنین به همه مردم دنیا برسونیم، بگیم که چه اتفاقاتی داره میفته توی کشورمون، بگیم این همه سکوت در برابر جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران داره برقرار میکنه بسته دیگه، این سکوت بسته. خب ایرانی ها اینجا شوربختانه زیادن، همونطور که میدونید جوانهای ما اون انگیزه و هدف رو ازشون گرفتن و چون هدفی نداره صدا قطع شد، مثل که امروز ارتباطمون مریم خانم با شما یه خود مشکل پیش آورده. آقای روزبه صدا رو نداریم، تصویرم نداریم. میخوای که یک صحبتی با ایشون بکنیم ببینه اگه میشه اینترنتشون رو یک کاری بکنن که بتونیم پخش کنیم ایشون. بله، داشتیم در مورد ایران و ایرانی صحبت میکردیم و این نسل
جوان ما و به خصوص نسل این بچه های کوچولویی که میبینید، اینا اگر واقعا ملت ایران تکونی به خودشون ندن به قول معروف و بلند نشن و جلوی این جمهوری اسلامی رو نگیرن، این نسلم که دیگه الان 7-8 سالشونه، این نسلم از بین خواهد رفت. الان دقیقا 3 نسل ما از بین رفته. اقلن دیگه باید این نسلای یه مقدار جوانتر بتونن واقعا این جمهوری اسلامی رو از پا بندازن، نگذارن که بچه های خودشون نسل الان 5 ساله 6 ساله 7 ساله زیر 10 ساله ما اینا هم نابود بشن. حقیقت حیف. شما ببینید الان من با آقای پیرامون صحبت میکردم، دولت آلمان اومده این همه داره امتیاز میده، ببینید هر چیزی براشون حساب کتاب داره، اومده این امتیازا رو میده که نسل جوان ایرانی یا بقیه کشور رو فرق نمیکنه بتونه برای خودش نگه داره، برای خودش داشته باشه، همون کاری که امریکا داره میکنه. ببینید این چندین و چند سال چقدر از جوانهای ایرانی و ملتهای دیگه حتما آوردن اینجا، از مغز جوان ما دارن استفاده میکنن، در صورت که این جوانها باید در مملکت خودمون میبودن و مملکت ما رو میبردن هرچی میتونستن بالاتر. مریم جان صدای من الان داری؟ بله خانم تهرانی، من صدای شما رو دارم. اوکی. امروز اینجا، البته امشب اینجا بارونی هستش، یه علتش هم اینه که اینترنت ما شوربختانه ضعیفه. به هر حال من عذرخواهی میکنم از شما. نه اشکال نداره عزیزم، حالا که فعلا داریم با هم صحبت میکنیم میتونی صحبتاتو بکنی، امیدوارم که قطع نشه. بفرمایید. امیدوارم. من نمیدونم صدای من رو شنیدید شما که من گفتم اینجا با در واقع هممیهنان دیگه هر دو هفته یه بار در یادگاری ما یه برنامه اعتراضی رو داریم که در واقع میخوایم صدای خودمون رو هم مردم کشورمون هم مردم دنیا بشنوند نسبت به سیاست‌های اشتباه و غلطی که دولت جمهوری اسلامی در پی گرفته. این گرده همایی که دو هفته، مریم جان، این گرده همایی که دو هفته یک بار دارین، آیا در جلوی سفارت ایرانه یا اینکه خودتون گرده همایی دارید؟ خیر، ما در یوتوبوری این گرده همایی رو داریم، در کنار سفارت ایران نیست، و این گرده همایی هستش که در واقع دعوت میکنیم از تمام مردمی که در یوتوبوری و در اطراف یوتوبوری هستن، تمام ایرانی هایی که اینجا هستن شرکت کنن، چون فرقی نمیکنه از چه گروه و از چه حزبی هستن، ما فقط میخوایم اون اتحاد خودمون رو به همه نشون بدیم که اگر ما متحد باشیم میتونیم به ایرانی آزاد برسیم. و در واقع این صحبتی که شما فرمودید بسیار زیباه و چقدر خوب هستش که مردم ما با هم اتحاد داشته باشن. و من اینجا بانوی صحبتی که میخواستم بکنم در رابطه با اینکه جوانهای ما انگیزهشون رو از دست دادن، هدفشون رو از دست دادن، اینکه یه جوان حاضر میشه که کشور خودش رو ترک بکنه به جایی که بمونه توی ایران برای آبادانی ایران تلاش بکنه، خدمت بکنه، ترجیح میده از کشور خارج بشه و به عنوان یه شهروند درجه 2 یا حتی شوربختانه درجه 3 اینجا زندگی کنه. چرا باید اینطور باشه؟ چرا جوان ما هدف نداره، انگیزه نداره؟ و شوربختانه من فکر میکنم که ما کسی رو نداریم که به ما هدف بده. شاید علتش اینه، یعنی ما نیاز داریم که یه رهبری داشته باشیم که آگاه و روشن فکر باشه، به مردم، به جوانهای ما انگیزه بده. و اینجا شاهزاده رضا پهلوی چه بسیار زیبا بیان کردن که برای ایران نه با جنگ آزاد میشه و نه با صلح با نظام جمهوری اسلامی، و راه سومی رو ایشون پیشنهاد کردن که اون هم استفاده از اکثریت خاموشه، یعنی بهترین و مشروع ترین و کم هزینه ترین
راه برای نجات مردم ایران سرمایه گذاری روی خود مردم ایران. و من فکر میکنم یکی از بهترین صحبت هایی که میشد انجام بشه شاهزاده رضا. دوباره مریم خانوم ها دست دادیم. الو بله دوباره دست دادیم ایشون متاسفانه. اتفاقا توی این صحبت هایی که میکردیم من به فکرم رسید میخوام خواهش کنم از تمام جوان هایی که در هر جای دنیا هستن هر چند وقت یک دفعه عکس این دخترای نازنین و خوشگل ما رو که اسید پاشیدن به یه همچی روزی انداختن و بچه هایی که تو زندان ها هستن، جوان هایی که تو زندان ها هستن، عکس های اینا رو بردارن ببرن دم جمهوری اسلامی هر کشوری که هستن همونجا بگذارن و بنویسن که این ساختمون یا اینجایی که هست مربوط میشه به این کارهایی که با این ملتش انجام داده. بذارید مردم که رد میشن ببینن، متوجه بشن که اونجا جمهوری اسلامی لونه ساخته و شما دارید به مردم دنیا نشون میدید. حقیقتا اگر این کارو بکنید بسیار کار خوبی خواهد بود. من ازتون خواهش میکنم از تمام گروه ها، از تمام کسایی که دستن در کار این مسائل هستن این کار رو انجام بدید. ما الان دیگه زمانش رسیده واقعا که همه با هم یک فکر باشیم. اون فکر براندازی جمهوری اسلامیه. با هر عقیده و هر چیزی که هستید همه محترم سر جای خودش، ولی باید دیگه با هم اتحاد برقرار کنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. آقای روزبه، ما خانم سعادت از دست دادیم به طور کل. من میخوام خطام هم باز کنم، به همین دلیل دارم سوال میکنم. دوستان عزیز اگه دوست دارید تشریف بیارید رو خط، خطا رو باز کردن براتون. در هر حال ما مسئله الان فقر بیش از حد در کشورمون داریم که واقعا هر روزی که میگذره گرونتر میشه همه چی، و همه چی که گرون میشه به جای خود هر چی بنجل از چین و این ور اون ور داره وارد کشور ما میشه. حالا به صورت اگه خوراکی هست یه جوری مسموم کردن که مردم پا بندازن. شما خودتون مردم میبینید میشنوید بهتون گفته میشه سعی کنید تا اونجا که در امکانتون هست جنسای چینی رو نخرید. همین چین و روسیه و اینا هستن که این مملکت ما رو به باد دادن و دارن از بین میبرن به طور کل. نخرید نخورید. اگر چیزی از چین به خصوص وارد میشه استفاده نکنید که دچار این همه بیماری های مختلف بشید. برای اینکه انقدر اینها آدم های بدی هستن، دولت های بدی دارن که ببینیم با ملت خودشون چیکار دارن میکنن. اینا براشون مهم نیست تو برنج یه مقداری سم بریزن بگن بذاریم بخورن این ملت یواش یواش دچار بیماری های مختلف بشن از پا بیفتن. این ملت نجیب ما توی این 36 سال چه بلاهایی که سرش نیومده حقیقتن، چه کارهایی که با شماها نکردن، چه بیچارگیایی سر شماها نیوردن. حالا از طریق خودشون، از طریق چین، از طریق این ور اون ور هر کاری تونستن با شماها کردن و شما خاموش موندید. این خاموشی هر روزی که میگذره بیشتر به ضرر خودتون تموم میشه. بفرمایید رو خط هستید عزیزم. سلام خانم کرم، درود بر شما. خانم کرم درود بر شما. مرسی عزیزم، شما خوبی؟ زنده باشید. مدتی بود مزاحمتون نشدم. بله بله صداتون رو خیلی وقت نشنیدم. حالتون خوبه؟ قربونتون برم، خیلی ممنون، لطف داریم. خواهش میکنم. خانم کرم میخواستم خدمتتون عرض کنم چند روز پیش یه آقای یه لحظه ساوهی داشت اومد رو خط آقای شمرانی. بله. گفت من یکی از نظامی های جمهوری اسلامی هستم. بله. با تمام لحظه
خب نشون میده زن عامیه، ولی حرفای قشنگی زد. بله. تو برای جمع و جور کردن در سپاه جمهوری اسلامی ایران لازمه که پاهاشو توی جهاد اسلامی و نمیدونم لبنان و حزب الله و تمام این جایی که سرمایه گذاری کرده اینجاها رو اول بزنیم. چون برای یک عملیات بزرگ کسی که برای شناسایی میره اول دست و پای دشمن رو شناسایی میکنه و قطع میکنه. اگر جناب شاهزاده راهی رو شروع کرده که ما خیلی خوشبین هستیم، اول باید صحبت کنن این دست و پای اینا رو توی لبنان و حزب الله فلسطین و این کثافت کار. همین برنامه هایی که شما نشون دادین سرباز ها اجازه تیراندازی نداشتن. اگر اجازه تیراندازی داشتن تمام اینا رو میبستن به گلوله همون موقعی که ما در زمان شاه دیدیم. در هر صورت خیلی ممنون از وقتی که دادیم، خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. مرسی عزیزم، و قربونتون برم خانم کردم. روز خوبی داشته باشی. بفرمایید، رو خط هستی؟ درود بر شما خانم تهرانی. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. خسته نباشید. از این که با شما دوباره صحبت میکنم و تصویر شما رو میبینم خیلی خوشحالم. مرسی. و از این که هم همگری کردم که این دشمن های ما دلشاد نشن خیلی خوشحالتر شدم. ولی کامل نیست ها، یادتون باشه ها، این همیاری اصلا کافی نیست. یعنی همیاریه که ما همینجوری بالاخره موندیم، ولی با ناراحتی. باید همیاری بشه که واقعا بتونیم رقم رو صفرش کنیم. بله. من چون الان بازنشسته هستم در حدود $200 $340 در روز رو حقوقمه. بله. و تراسل یک دوستان که در نیویورک هست من $10 فرستاده بودم هفته پیش. دست من در نهایت ماهانه من ده دلار میتونم بفرستم. دست در نهایت شهرمندن خدا که من میتونم بیشتر از این بفرستم. طبقه نمیشه دوست. من شهرمند بروزم. بله. از این صدر وقت هم بدید ممنون از شما هستم. خواهش میکنم عزیزم. ممنونم از شما ها. ممنونم از شما. و دوباره من تکرار کنم، والا ما دیگه خسته شدیم از بس تکرار کردیم، ولی چاره ای هم نداریم حقیقتاً. این همیاریتون رو خواهش میکنم بیشتر بکنید، بذارید این مبلغ صفر بشه، ما یه مقدار اقلا فکری راحت باشیم بدونیم که میای. من باور کنید نمیدونستم امروز میتونم برنامه داشته باشم یا نداشته باشم، به دلیلی که هنوز پر نشده مبلغ. لطف کنید در طی برنامه هایی که اجرا میشه، حالا یا من یا هر کس دیگه، در طول این زمان سعی کنید که تلفن کنید همیاریتون رو اعلام کنید. ممنون میشم. بفرمایید عزیزم، رو خط هستی. الو جانم، بفرمایید. جانم درود به شما عزیزم، بفرمایید. خسته نباشید. مرسی عزیزم. از مشهد مزاحمت میشم خانم تهرانی. خواهش میکنم عزیزم، حالت خوبه؟ بفرمایید. فدات میشم. ببخشید من عذر میخوام، حرفای من نمیتونه مثل حرفای دیگران بزرگ باشه و یا پر محتوا. خودت بزرگی. ندارم به اون صورت اونا صحبت کنم. بله. ولی میخواستم از مشکلات خودمون مردم براتون بگم. حتما. من شما بهترین همدرده این که حداقل به درد دل ما گوش میدین. بله. حداقل من نمیگم برای ما کار میتونیم بکنیم، نه ما کاری میتونیم بکنیم، دست و نظرین آسمون کوتاه، نه شما. ولی میخواستم به نوت به دو نکته من یک زن 56 ساله گوش کنید که ببینیم این انقلاب با ما چه کار کرد. یعنی من خودم کارمند دولت بودم، انقلاب رو به حساب رفتم، کاراش کردم، دوران جنگ بودم، دوران انقلاب بودم، الان بچه دانشجو دارم، به خاطر شوهرم 18 سال سابقه کار داشتم، نتونستم برم سر کار، ولی برای 18 سال 360 تومن به من حقوق میدن. شما بکن من چند روز بگردونم با 360 تومن. اومدم 9 تومن تصنداب کردم توی یکی از بانگای سامان، بانگایی که مال نوشته به مرکزی مربوطه، نداشتم پرداخت کنم. بعدی که رفتیم این مستمری به گیر 360 منم درست شد که ببرم بدم اون آقا من داره بچه هم بمونه،
گفتن نه ما چپ کردیم. ببینین همه چیه این مملکت شده زور، شاید الان رو ختمن، شاید الان بدونن چی میگن دیگه اصلا، یعنی به حدی رسوندن مردم ها که براشون مهم نیست. مثلا من نوعی میگم اصلا من فدای کار 6 تا بچم، من هر کار نکردن با من یکی انجام بدن، ولی حداقل حق قانونی یک نفر رو بدن. یعنی من نمیدونم تو کشورهای خارج برای 18 سال کار سکار صادقانه دو شیفت سه شیفت میان بهش 360,000 تومن بدن که اینجا الان گوش کیلو 30 خورده ایه. الان مثلا یک لباس بخوای برای بچت بگیری نمیشه. میدونم هم همه این سران نشستن تا این کانالای شما همشون بدون هیچ استثنایی. الان ما از یک روحانی میخواییم وقت بگیریم مشکلمونو بگیریم باید بگن به عزی بگیریم. مثلا هفخان رفتم رو شنیدین که حالا هفخان رفتم نیست، هفتاد خان رفتمه. یعنی از آخر میرسی به جایی که نباید برسی، یعنی از آخر جوابی بهت میدن که نباید بدن، یعنی اصلا خیلی راحت رادت میکنن، خیلی راحت به وقتی میگی با من نیاز دارم به کمک شما، من دختر دانشجو دارم بله. من نمیخوام دخترم وارد فساد بشه اجتماعی، کمکم کنیم. میدونیم چی جواب میدن؟ میگن طلبه های ما واجبتر از شما هایم. پس اینا میخوان مملکت فقط طلبه بار بیارن. بله 5,000 من زمان شاه کارمند بودم. بله 900 تومن حقوقم بود، 900 تومن خانم تهرانی. بله با این 900 تومن بهترین زندگی رو میکردم. شاه که رفت من 20 سالم بود من اون موقع 20 سالم بود بهترین زندگی رو داشتم. الان من 6 تا بچه دارم، شما فکر کن هر کدوم به نوعی مشکل دارم. من نمیگم ضد انقلابم، نه، چون قابل نیستم، چون یاد ندارم ضد انقلاب بودنو، چون یاد ندارم بتونم مثلا با اینا مبارزه کنم، ولی اگر بتونم مبارزه میکنم. بله چون بهشون بارها ببینیم تمام ایره جمهوری که اومدن من نامه دادم برای خواستای دل خودم و شوهرم، تمام ایره جمهوری ها برای یک نامه دروغی که تسلای دل باشه بابا یک آقای فرزندم تبسی یا آقای شیرازی که یک روحانیه چقدر مگر مقام داره که باید چند نفر ببینی از آخر ایشون رو نمیتونی ببینی. خانم جان قربونت برم چه حرفیه داری میزنی؟ این آخوندی که با اولاغ میتونست بره 5,000 یه تومم در بیاره الان به جایی رسیده، برین خودتون اونجا هستیم ببینیم چه زندگی و دم دستگاهی داره. معلومه که محل شما نمیذاره، معلومه. خدا من خانم گرانی خدا شاهده یعنی من خودم برا بچه ها دوام کردم مامان زن نزن، مامان سرتو به باد میدی، مامان میبرنت، میگم مامان بردن من یک نفرم ببرن، با بردن من که مملکتی درست نمیشه، خرابم نمیشه. ولی آیا دلم میخواد اینایی که میشینن پای این رسانه های شما جواب من من یک کلمه از رئیس جمهور درخواست کردم، آی رئیس جمهور جواب منو شما بده. من شما باورید نمیشه من اگه بگم 27 سال نامه هاشو دارم با تمام رئیس جمهور مکاتبه. نه خانم وقتی تو تلف نکن قربونت برم، خودت خیلی ارزشمندتری، خیلی بانوی مهمی هستی، اینا آدم نیستن براشون نامه بدیم. ولی واقعا نمیذارم، الان میگم بهشون تو از پشت میکروفون شما چون فقط میتونم بگم، چون تو مملکت ما تا نری به یکی حرف بزنی میگه برو خدا روزی تا جای حواله دیگه حواله کنه، هر چی نگفتی برو بگو، هر کار نکردی برو بگو. ولی پای تلفن شما میشینن نگاه میکنن، برای همه امیدمون تلفن شماه. با خدا خانم تهرانی من حقوقی ندارم که بدم، یعنی درآمدی ندارم و اگه میتونستم واقعا کمک میکردم. مرسی عزیزم، مرسی خدا چاید. مرسی عزیزم، خطم همه پره، همه تون میدونم. مرسی عزیزم، موفق باشی. من سواد بالایی ندارم بتونم با تون این بقیه صحبت کنم، به زبون خودم صحبت کردم. بسیار عالی،
درد دلم رو بگم بهتون. ممنونم عزیزم، ممنونم. ولی چجوری دختر دانشجو هم رو بگذارم؟ زنده باشی، فدا باشم خاطرمی، انشاءالله موفق باشی. مرسی جونم. دیگه وقت نذار، دیگه وقت نذار برای اینهایی که ارزش ندارن نامه بدی. اینا شعور ندارن که اینا اگه داشتن که مملکت رو به همچین روزی نمینداختن ملت رو. بفرمایید، رو خط هستید، کوتاه فقط. الو، بفرمایید عزیزم. خسته نباشید. مرسی جونم، بفرمایید. آنو من زنگ زدم خدمتتون، یه صحبتی داشتم، یعنی خاطره کوچولو شهبانو فرح قبل از انقلاب. حالا دقیقا نمیدونم چه سالی بوده، من متولد بهمن 54م. بله بله. بعد از من به حضورتون، مادرم میگه تو بغلم بودی، میگه از اومده بود به دختر بروجر، شهر ما، شهر آجا حسن، حالا استاد خمینی هم بوده. بعد گفتن از در امامزاده بود، جای مذهبی بود. ایشون اومدن تا امامزاده، راه ماشین داشت ولی با ماشین نرفتن، ماشین تو خیابون وصل میکنن دارن. بعد از من به حضورتون جلوش هم حالا فرش انداختن و بند و مثال، خود مردم نه کسی، حالا اینا. بعد ایشون بسن سر حالا دین و مذهب و سیاست و اینا نیم، بسن اینه که میگم این خانم اون زمان تو اوج غرورش، تو شخصیتش، تو شرایطش، روسری میندازه تو سرش، بعد وارد اون جای مذهبی میشه، نگاه اطرافش میکنه، میبینه مثلا یه سری مینی جوب، یه سری برحال چادری، یه تعداد همه رقم بود، آزادی به تمام معنا. بعد مردم فقط نگاه میکردن. بعد بسن سر اینه، میگفت نه اسم، مادرم گفتم، من گفتم اصلا یادم نمیاد، تو بغلش بودم. گفت ایشون همینجور رفت و بدون اینکه اسکورتی داشته باشه، انقدر از خودشون اطمینان داشتن، انقدر به ملت خدمت میکردن که اوشتر با تو صحبت میکرد، خدای من اشکم در اومد، ندیدمش ولی به خدا اشکم در اومد. گفتم خدایا ما چه کسایی رو داشتیم. بله. خب من بچه بودم، بعد قد نشناسی اون اشخاصی که اون زمان بودن، پدر من، مادر من جوان بودن، ولی میگن اصلا ما در نمی اومدیم، می اومدیم بیرون می دیدیم، ولی اصلا آجواج موندیم که چی شده، مملکت داره چی میشه. یعنی بعضی سر اینه با یه جرقه مثل خواننده، اصلا اسمشو من خودم شخصا نشنیده بودم. تو همین بروجر خودمون دیدم یه سری بسیجی و آدم های مختلف با لباس های رنگی شم روشن کرده بودن، اومده بودن بالا شهر. حالا اینو میخوام بگم، بسن سر جرقه یه جای شروع میشه، وقتی مردم بخوان به هر حال یه رهبر بزرگ هم باشه، به هر حال مثل رضای پهلوی که به خدا توی بروجرد ما کمتر کسیه که خدا بیامرز نگه به پدر و پدر جدش. بله، همینم هست، همینم هست. از شخصیتش، از روحانیتش، از چهرهش نور میباره. یعنی آخوند تو شخصی کن، ریشاشو بزن، اون فرمی کن، اگه یکی از اینا به چهره او شد، حالا نمیخواد تاییدش کنم، فقط میخوام بگم لایقه، پدر پیشه بوده تو شاهی. ها اینم بگم، آقای بروجردی بوده ایشون. یه کمی تندتر صحبت کنی، خطای من همش پره. رو چشم آخرشه. آره، اینو میخوام بگم، آقای بروجردی بوده استاد خمینی، بعد ایشون به خمینی یه ما کارمون سیاست نیست، ما فقیه باید تو مساجد، روزه، حالا هرچی، هر که پاید چیز الهیات نمیدونم روزه خون، حالا هرچی. بعد میگه ما تو سیاست اینا دخاله. بعد خمینی از روزه بعد برحال جدا میشه، راهش از اون سوا میشه، اینجا که میگن فدایان رو تشکیل میده و ترورا از اون زمان خمینی شروع میشه. پس هم اینه توی روحانی آدم های خوب هم هستن، استثناء، بله، ولی کم. مرسی عزیزم، مرسی، مرسی جونم، آقای شمیرانی، مرسی کلهم تشکر میکنم. من همه کاسب سادم به خدا، ولی در این مغازه که کار میکنم روز تا شب میگم، صحبت میکنم از خوبیاشون، و مردم خدا رو شد با برنامه شما آشنا هن، الحمدلله. تشکر میکنم ازتون. مرسی عزیزم. دوم سوم میکنم زنگ زدم. ممنونم ازت، مرسی جونم. بفرمایید، رو خط هستی؟ الو، بفرمایید. درود بر شما.
تلویزیون تون صداشو ببندید لطفا. زینا تهرانی. بله جان. درود میگم. خیلی ممنون، خسته نباشید. مرسی جونم. ببینید آقای خانم زینا تهرانی. این ملت ما اگر بخوان بلند بشن میشن. دیگه نگاه نمی‌کن این پسر فلان آخونده، اون پسر فلان بازاریه. ببینید دیروز این مرتضی پاشایی که فوت کرد، شما ببینید چه جمعیتی در تمام شهرهای ایران بودن. یعنی همه واقعا اون چیزی که ما میخواستیم که هر بسه دلیه میخواست اینجور بیان بیرون، پس میتونن بیان بیرون. ولی این دفعه اومده بودن بیرون فقط میخواستن دل خودشون رو خنک کنن. یعنی اون گریه هایی که میکردن، بله، درسته برای پاشایی بود، درسته اون جوان بود از بین ما رفت، ولی اینا برای دل خودشون گریه میکردن که چه بدبختی دارن. ولی از اون طرف خیلی خوشم میومد، میدیدم که همه شون خیلی دخترها همه روسری ها تا اون برای سرشون بود، اصلا نیاورده بودن جلو، عینکاشون رو زده بودن، اصلا شیک و پیک داشتن گریه میکردن. ولی گریه درسته برای اون، ولی دل برای دل خودشون بود که گریه میکردن. گریه ای نبود که بگیم که تمام همون پسرها هم اینطور عشق میریختن. خب این آقای پاشایی پدر نداشت، مادر نداشت، چرا اینا نمی آمدن جلو شیون و واویلا کنن؟ ما چرا ندیدیم؟ ما چرا؟ پس این یک امایی توشه، این یک امایی توی این کار هست، حتما یا از این ارگان هاست این یارو پدرش آرش شده بلد شده بیاد اینجا وایسته بگو این مرد بدبخت تو که پدرش هستی نتونی بیای بچه تو به خاک بسپاری؟ تو از مردم و توقع چه توقعی داری از مردم؟ قربونتون برم، مرسی مزنتون نمیشم. مرسی، خدا نگهدار. بفرمایید رو خط هستی جانم، بفرمایید. درود خداوند بر شما. خانم تهرانی با من هستی؟ بله جونم. الو. بله سلام، شبتون بخیر. ببخشید دو تا خانم با اجازهتون میخواستم دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که حالا نمیدونم، یعنی اول از همه نظر خودم بگم با من یه طیف خاصی که برحال از دوستانم هستید، میدونید تلویزیون شما برنامه‌تون خدا حفظتون بکنه، انشالله خدا خیرتون بده، ازتون خیلی خیلی ممنونم. ما اینجا اخبار درستی که نداریم، که یعنی اخبار درستی دست ما نمیرسه، فقط از طریق تماشای برحال شنیدن و دیدن برنامه شماست تلویزیون ایران آریایی که ما میتونیم حداقل یه اخبار صحیح و سالم و بدون هیچ اینی که بخواد کسی بخواد دودرمون بکنه یا بخواد دورمون بزنه بپیچونمون، بخواد یه اخبار صافی به ما میده. حالا دوتا مطلب هم اینه که ببینید اینو خیلی از ایرانی خارج از کشور مطمئنن و 100% دارن گوش میکنن. ببینید این چیزی که همین دیروز و پریروز اتفاق افتاده، آدرس هم دارم میگم، مشهد خیابان سعدی 20، این دوتا خونه تعیین سعدی 20 بود، مال برام هموطنان بوده که الان اومدن خارج از کشور، ولی چندین ساله مثلا 20 ساله مثلا اینا اومده رفتن خارج. اول خود دولت اومد از این مکتب نمیدونم چه نمیدونم جوادیه و نمیدونم این چیز هیئت نیتی زدن، تابلو زدن بالا سرش که اول یعنی مثلا برای هیئت نیتی، الان خانم تازگی الان اومدن تابلو رو برداشتن الان قشنگ مرمت کردن، این خونه خیلی گشت و بزرگ یعنی از دو تاره، خب خیلی مرمت کردن درست کردن برای کی؟ برای چند تا آخونده که گفتن از سفر مثلا مسافرن میان اینجا مشهد برن استفاده بکنن از این خونه، خیلی سازماندهی کردن، خیلی میزون. این خطا رو من الان نمیدونم درسته غلطه، شما تشخیص میدین، شما خودتون بگید. ببخشید ببینید برای خارج از کشوری دارم میگم، فکر نکنید شما اونجا مثلا خب یک زندگی رفاه مناسبی دارین نسبتا، یا به هر حال خب خیلی آسایش آرامش بیشتری دارین نسبت ما که اینجا. ببینید با حفظ این تلویزیون که میتونید حداقل یه امیدی هستید، یه امید، یه نوری هستید، روشنه هست که ما میتونیم مملکتمون آزاد بکنیم، میتونیم دوباره ایران خودمون به دست بیاریم، همون زندگی خوبی رو داشته باشیم. حمایت باید بکنم، نه به خاطر خود، یعنی به خاطر ما، آقا به خاطر خودت. ببین یا مال و منالی تو اینجا داری، زمینی داری، خونه‌ای داری، باغی داری، به راحتی دارن میخورن، یا به هر حال کس و کاری داری دوست من،
یه تو خانواده‌ای داری، برای بی خانواده که نیستی که رفتی اونجا، کس و کاری داری. ببین به خاطر همون غیرت، به خاطر همون شرافتت، به خاطر همون خانوادت، حالا هر کسی میتونه باشه، شما به نظر من، حالا من به عقل ناقص خودم میگم، این تلویزیون رو باید حمایت بکنم خانم. بله. این من حالا نمیدونم چطور بگم. یک مطلب دیگه خانم، وقت دارم یک دقیقه دیگه صحبت کنم؟ حتما. الو. بله بله. الو. سریع بفرمایید. چشم. یک دقیقه. یه چیزی می‌خواستم بگم خانم، من مثل خواهر خودم هستم، خیلی دوستتون دارم. اون خانه بود دو سه شب پیش بود، من اقعا حرسم گرفته بود، اومده بود گفتیدم شما چرا لباس چجوری اینجوری پوشیدی حرفو. ببین اصلا یه آدم های در اون حد اینا، اگه شما هر حالتی بخوای رفتار بکنی یه چیزی پیدا میکنن. اونا چون هر بینی در برابر حرف و منطقی درست و صاف شما و امثال شما، آخه حرفی برای گفتن ندارن، آخه اصلا مجبورن به یه چیزی گیر بدن دیگه، چون حرفی برای گفتن ندارن. اینا خیلی کوچیکتر از این حرفا هستن در برابر شما و دوستان همکارتون آقای شنیدنی، آقای باقری، مرسی عزیزم، آریان، واقعا ازتون ممنونم، اصلا یعنی فدای تارموتو، فقط هم میتونم بگم خدا هم حفظتون بکنه، انشالله هر درسته سلامت باشین. ما برمون شما رو نگاه میکنم، خیلی هم دوستتون بگیم. مرسی جون. جبون نازنین تا اونجا که تونست واقعا صحبت قشنگی کرد و خواست از شماها، ببین از ایران زنگ میزنن همه، از شما خواست که واقعا این جا رو نگه دارید برای اونهایی که واقعا نمیتونن اخبار درست داشته باشن، نمیتونن ارتباط مستقیم با هموطنهای خودشون داشته باشن. و واقعا هم خب شماها دارین محبت میکنیم، میدونیم اینو، محبتتون هم هیچ وقت یادمون نمیره، ولی هر کاری بکنیم برای کشورمون و ملتمون. حقیقتا بفرمایید عزیزم، رو خط هستیم. درود بر خانم تهرانی. درود بر شما. درود بر بانو عزیزمون. درود بر شما تهرانی جانم. میخوام بگم که این خامنه ای، این تصویر فیلمی که نشون دادین مال اون بچه‌هایی که میرفتن برای مدارس، خامنه ای باید خجالت بکشه. شرم بر خامنه ای، شرم بر رفسنجانی، شرم دنیای زمین آسمون بر تمام سران کشور ایران. خجالت بکشین. صدای منو در یک زن در ایران میشنوید. خانم تهرانی واقعا ما دیوانه شدیم از دست این کثافت‌های آشغالا. خجالت بکش. 95 میلیون میخوای کجات ببری؟ خانه ای رفسنجانی که دومین نفر، سومین، چهارمین نفر پول داره دنیا شدی، این پولا رو میخوای کجا ببری؟ اون خمینی این پولایی که بعده داد به مردم کجا بود؟ فقط سران پولدار شدن، پولدار کرد. آخه بخوام بگم، آخه چه بلایی به سر ملت ایران آوردی خامنه ای؟ خجالت بکش. صدای زن ایران رو در اون ایران میشوی. خجالت بکش. شرمتو شاهنشاه اریامه که با خیلی پول کم ملت ایران به پادشاهی رسون، به مقامای بالا رسون، افتخار به ملت داد. آخه خامنه ای اومدی چی کار به سر ملت ایران آوردی؟ رفسنجانی عجیبی، تو چی کار به سر ملت آوردی؟ چی کار میخوایی بکنی؟ بسه خجالت بکش. گور به گور شده، دم مرگی، سرطان تمام وجودت گرفته. اون رفسنجانی سرطان بگیره، بچه هاشون رو بگیره، اون پسر خامنه ای رو بگیره. چه صفت زن از لبنان آبادی، دختری فرادی از حزب گوین آبادی به جای بچه قبول کنی، میخوای عقدش کنی، اون برنامه نمیدونم ناتنی، پدرهای ناتنی میتونن دخترها رو بگیرن. خجالت بکش. بله. از خانه که املاج رو پایی تنه صحبت میکنی، شرم بر شما، شرم بر شما، نفرین دنیا زمین آسمون بر شما. خجالت بکشید. مرسی عزیزم. مرسی. اینا خجالت نمیکشه. اگه خجالت میکشتن روز اولی کارهای غلط رو انجام نمیدادن. اینا اصلا نه شرم دارن نه حیا. دیگه خانم فرمانی، من دست تک تک اونایی که از یک دلار تا هزار دلار به این تلویزیون میدن، چون این تلویزیون امید ایرانه، امید زنان ایرانه. این تلویزیون واقعا نمیدونی چی کار داره تو ایران میکنه. آقایی که اینجا میگه، آقای تهرانی به ما میده، آقای
کورش رادمنش میده. ما افتخار به این خانواده میکنیم، به این ملت میکنیم، به این بزرگوارا میکنیم. مرسی عزیزم. ما سپاسگزاریم از آقای وطنخواه، برادر بزرگ، میهن دوست، شما عزیز که ما خواهان شما هستیم، خواهان دقیقه به دقیقه صدای شما هستیم. مرسی عزیزم، وقت من تموم شده خانومم. مرسی، ممنونم. مرگ بر خامنه ای بله. بگم شده خجالت بکش این صدای منو بشنو. مرسی، خدا نگهدار. بله، انقدر دل ملت پره، انقدر اعصاب و روانشون رو اینا ریختن به هم که آه. در هر حال ممنونم از آقای روزبه در اتاق فرمان، از خانم نعیمه پیرنیا و خانم مهناز که همیشه واقعا زحمت این برنامه ها رو میکشن، تلفن ها رو جواب میدن. دوستان عزیز، نازنینا، اصلا گفتن من و بقیه بیفایده است. صداها رو میشنوید دیگه، اینا همه از ایرانن، دارن میان با شما صحبت میکنن، میگن این چراغ رو روشن نگه دارید. منم به نوبه خودم از تک به تک شما تشکر میکنم که واقعا این بله مرسی اینجا رو همینجور روشن نگهش داشتید و نذاشتید که چراغش خاموش بشه. آقای خسرو از تورنتو 50 دلار. آقای خسرو من نمیدونم واقعا خیلی خیلی واقعا محبت میکنه، براشم من فکر میکنم مشکل باشه، ولی در حال ممنونم آقای خسرو از شما، از خانومتون، از خانوادتون که اینقدر محبت داریم. برای که برای اون آقایی دادن که از بروجرد اومدن و راجع به شهبانو صحبت کردن، دستتون درد نکنه آقای خسرو، ممنونم. در حال شما رو با امید خدای بزرگ میسپارم تا روز جمعه ساعت 11 به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستم با برنامه اتیاد. روزهای خوب و خوش برای ملت ایران آرزومندم. زنده باد ایران، زنده باد زن ایرانی.